خب خانم زرغونه ولی بسیار تشکر از وقتت. اوضاع بسیار متشنج است. مکاتب به شمول دانشگاه بروی زنها و دخترای افغانستان مسدود شده. از موضع یک زن که سالها در پارلمان افغانستان کاندید بودین، همیشه فعال بودین، حتی در هجرت هم کار میکنین، چی فکر میکنین امی تصمیم آخر طالبا را؟ باز میایم سر کارکردهای شما. سلام به شما و سلام به هموطنان گرامی. تشکر میکنم که وقت گذاشتین. ببینین، ما یک سال و پنج ماه میشه از حضور طالبات در افغانستان و تکیه زدنشان در حریکی قدرت. بسیار کلان انتظار نداشتیم از طالبا که آیا مکاتب بسته نکنند، دانشگاه را بسته نکنند، چرا که ما تجارب تلخ سالهای گذشته را با خود داشتیم. از روز که اینا آمدند، محدودیت های کلانتر در مقابل زنها ایجاد کردند، اما از من تحصیل، من سفر، من کار، من آموزش، که شما دیدین که مکاتب دخترانه را بالاتر از سنف ششم با وعده هایی که دادن ولی باز نکردن. گام به گام زنها را از اجتماع حذف کردن، از مشارکت اجتماعی حذف کردن. ولی من میدونستم که یک روز نوبت دانشگاه ها هم میرسم و امو برنامه های ایدئولوژیکی تندره که اونا تعریف از اسلام دارن خودشان، در حالی که اسلام بر زنان افغانستان، نه تنها بر زنان افغانستان، بر زنان مسلمان آموزش اجازه داده و از گهواره تا گور آموزش باید داشته باشند. ولی متاسفانه از نام اسلام استفاده کرده محدودیت های کلان در مقابل زنان قرار دادن که واقعا قابل تاسف است، قابل تشویش و نگرانی جهانیان است که نه تنها مردم داخل افغانستان بلکه در خارج افغانستان و جامعه جهانی تا در این مورد نگرانی های خود دارند و بانهای گوناگون به امروز و فردا تا امرای ثانی اینا وعده میتن و وعده میتن، نه تنها وعده ها را عملی نمی کنن بلکه حذف ها و محدودیت ها را. بله 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 بله، وعده شکنی میکنن، میگنم که مردها را قول است، اما طالبان دیگه ای اصلا در نظر نمیگیرن. بسیاری مردم از شما گله میکنن خانم ولی، میگن شما وکیل پارلمان اگر نبودین خود کاندید کردین به ایمانا که بیس مردمی داشتین، چرا نگذاشتین دمو وقت من ایس یک فعال مدنی با توجه به ای که به پارلمان را نیافتین بنابر دلایل، اما چرا یک مقدار کار نکردین که طالبان از آمدنشون جلوگیری میکرد؟ بله، بسیار سوال ارزنده را مطرح کردید. با وجود که بعد می تریبیون هم بازم صدای خود بلند می کنم، من فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستم در داخل خارج کشور. کارهای کلان را با قلم و قدم خود انجام دادیم، گاهی با قلم صدای خود کشیدیم، گاهی هم با قدم. و من پنج کتاب دارم که چهار کتاب من را اگر شما گاهی وقت پیدا کردیم مرور کنین، مجموعه اشعارم است. اشعار حماسی است که دردای هموطنان، درد زن را که سنگسار میشه، درد جوانی که در ابهار بر مدیترانه غرق میشه و قلم در آوردیم. و همچنان کتاب دیگه که مهمتر از همه نوای زن است که در مورد چگونگی وضعیت زنان افغانستان، خشونت علیه زن در فرهنگ ما عجین است که ما با مقالات محتدد تانستیم که این خشونت را شرح بدم و به مردم خود پیشکش بکنم که مورد استقبالم قرار بده. و همچنان مدت را که ما در خارج از کشور مجبور به ترک وطن شدیم، از مدت دوری اول طالبان که بیشتر از 24 سال یا 25 سال میگذره، در اون دوره ما هم مجبور شدیم. در همیجا که آمدیم، کار با جوانان، کار در برنامه های تلویزیونی، ایجاد رسانه ها، رسانه ندای زن در او دوره طالبا که ما صدای زنها را از اونجا می کشیدیم ایجاد کرده بودیم، ارگان نشراتی شورای زنان افغانستان در هلمان بود که در او وقت یکی از رسانه هایی بود که باید صدای زن را می کشید. وقت اولین گردانندیش هم من خودم بودم در او وقت. ما شما می فهمین که شاهد هستیم که سالهای 2015 رش ماجران به طرف آلمان آمد و اکثریت هزینا در کشور می خواستن به کشورهای اروپایی بیان، اکثریت از اینا غرق شدن، اکثریت از اینا خانواده خود نیافتن که افده کنار از اینا قرار گرفتیم، اونا را حمایت کردیم. و همین قسم تا سرحدی که من رفتم داخل افغانستان خود کاندید کردم. بیاییم که قسم محاسبه بکنیم از مردم افغانستان. باید مردم افغانستان در کنار امی چیره ها استاده می شدن، رای و آرای خود به فروش نمی رساندن و مسئولیت خود ما
دو مطلب باید مشارف هر فرد که در یک کشور زندگی میکنه باید عقل، یکی عقلش است و یکی مسئولیتش است، که متاسفانه مردم افغانستان عقل خودش ناختند ولی مسئولیتی که در مقابل مادر وطن داشتند، مسئولیتی که در مقابل نظام داشتند، این نفهمیدن و اینا گرفتن امیر آرای خدا. باور کنیم که 50 آیرو در 40 آیرو در یک شکم نان اینا مفروختن آرای خدا. بله بله زرغونه جان، ما گپ تا نگرفتم. بله خانم ولی حقایق تلخ جامعه را متاسفانه بیان کردین که گرچه میگه بگذشته گذشت زو مکن یاد، امروز مدی به مفت برباد، اما در یک حساب گذشته مشعل رای آینده است. ما هم از ماست که بر ماست، باید منبت یاد بگیریم، یک درس شوه بر ما، پند شوه بر ما، که دیگه هم هر کدام ما اسم ملی وطن پرستی را پیدا کنیم، رای خدا نفروشیم و گفته شما هم کرسی ها به اساس روابط صورت گرفت نه ضوابط. ما کاملا درکتان میکنم. بیاین که یک شوخی کنیم، متو که قلب فراخ دارین که گفتین کسایی که مهاجرت میکنن از طریق ابخار که در حالت غرق شدن بود نجات دادین، کار کردین، کتب نوشته کردین، قلب بزرگ مهربان، چهره خوشگلم داری، بسیار نام خدا خوشگل و مقبول. آرزو داری که در می شرایط طالبان بری و از آقای متقی چی توقع داری؟ ما کنایه آمیزی را به خاطر گفتم که از اینای ربانی خیلی خوب استقبال شد با توجه به اینکه طالبان میگه شریعه الله ما اینه میست که زن باید حجاب بپوشه، حتی به طرف مرد نگام نکنم. یک تبصره سیاسی تانه کار داشتم. بله بله، من فقط جمله خود تکمیل میکنم که در خارج کشور هم اجماع بین المللی زنان را ایجاد کردیم، در کنار زنان افغانستان، در کنار مردم افغانستان هنوز هم قرار دارم و همه روزه روابط مستقیم با داخل کشور است و در قرا و قطبات که زنان و مردم در مشکل هستن با ما در ارتباط هستن. از روی این برنامه های تخلیه هم نقش داشتیم و کار کردیم و تا حدود توان تانستیم که تعداد را که مورد خطر بودن نجات بدیم. در موردی که مدافعان ملی تقریبا شاید یکونی ما یا دو ما شوه، ولی باور کنیم که دستاوردهای کلان دارم. به خاطر چی ایجاد شد؟ به خاطر همبستگی، به خاطر ایجاد یک چتر کلانتر که بتونه تمام مناقشات و جهادهای درگیری که دمقدر سالهای کلان در بین هزینا مشکلات وجود داشته و تا حال نتانستن به یک راه حل بحران افغانستان فائق بیاین، ما در اینجا تصمیم داریم که از تمام جهادهای مختلف سیاسی که در 4 دهه جنگ اینا دست داشتن و نخبگان، فرهیختگان، تمام مردم افغانستان زیر همین چتر جمع شوند، زیر یک گفتمان کلامتر به توافق برسند و منازعات مشکلات امروز افغانستان و راه بیرون رفت پیدا کنند و برای تغییر در افغانستان گامهای ارزنده بردارند. هدف از ایجاد مدافعان ملی همی است. ما امیدوار هستیم که این چتر کلامتر شده برم و روزانه که ما میبینیم چقدر عمل بله. در رابطه با سفرتان به افغانستان برنامه دارین؟ از آقای متقی چی توقع دارین که وقتی که میرین سفر داشته باشم به افغانستان برم؟ از آقای متقی امین قسم توقع را دارم که ما با حجاب اسلامی نابلد نیستیم، با اجماع کشور اسلامی بودیم از گذشته های دور و حجاب اسلامی خود هم خوب میدانیم که چگونه در داخل افغانستان، در بیرون افغانستان حجاب خودم نیست یک زن مسلمان ما مراحت بکنیم، چرا که ما با آمدن طالبان مسلمان نشدیم، ما از گذشته های دور مسلمان بودیم. ما میفهمیم که چگونه حجاب خود ما مراحت بکنیم و لحاظ دارم اونمو نزاکت هایی را که در مقابل بانو هنا انجام دادن آرزو دارم که سر ما کمی و کاستی نگیرن که چرا مویت مالم میشه و چرا بالا پوشت کوتاست و چرا، به خاطر از اینکه شما دیدین که با نوهینا که داخل افغانستان آمد شاید هم که از نظر من دو مسئله را اونا مطرح کرده باشن، یکی که شما ببینین یک نمایش باشه از کشورهای اسلامی که در کشورهای اسلامی ما اینی آزادی های خود داریم، و شاید هم مسئله باشه که چون طالبا در پاکستان تجهیز می شدن، طالبا در پاکستان تربیه شدن، طالبا به حساب یکی از غلامای القبگوش پاکستان هستن و مقابل بادارای خود شاید چیز گفته ندانن، اما اگر در مقابل زنای افغانستان چنین حرکات را انجام بدن که شما حجابتان رویایتان را پت کنین یا ماسک بزنین و این واقعا قابل تاثیر است و من فکر میکنم که زنای افغانستان باید اینا بیشتر از دیگه خانم‌ها حمایت بکنن. امروز شما خودتان یکی از بانوهای بسیار فرهیخته و محبوب هستین، چنین چهره های بیشتر ما در خارج داخل افغانستان داشته باشیم و زنان دوباره در مشارکت حضور پیدا بکنن
در کنار مردم، نقش خدا در اقتصاد افغانستان، در سیاست افغانستان، از کابینه تا پایین ترین مقام باید اینا داشته باشن. و ما این آرزو را داریم. حالا که من برام آقای متقی چی گونه برخورد میکنم، این مربوط خودش است. ولی من از حکومت سرپرست طالبان و از آقای متقی تقاضا دارم که با زنان افغانستان از خشونت کار نگیرند، در کنار زنان افغانستان استاده باشند و زنان خودشان بیشتر حمایت بکنند تا زنان تا بانوان خارجی. قربان شوم خدا را، یک بام دعاوار از خودکش بیگانه پرست. و یک مسئله دیگه هم که من برنامه قشنگ شما رو دیدم از طریق تلویزیون که در آلمان نشرات داره، چی توقع دارین که ما شما چی کنیم؟ بیاین از گذشته یاد بگیریم. بار کارشناسی که صحبت میکنم میگن که در گذشته کمبوتات بود که زمینی آمدن طالبا شد. حالا از زنها و مردهایی که در خارج از کشور هستن چه توقع داریم؟ ایران ببینین شما که چی یک صدا شدن و دست به تظاهرات زدن بدون تعصب، مرد و زن بدون از اینکه قومیت در بین باشه. سپاسگزار هستم. در قدم اول ما باید روشنگری داشته باشیم که امی تلویزیونایی که ما و شما علی کار را که ما و شما انجام میدیم، این خودش بخش از روشنگری است. مردمی که در روستا هستند، حتی اونا یا باسواد نیستند، اونا بسیار یک افتار بسیار خوب برای دشمنان میهن ماست که به نام اسلام اینا رو در مقابل روشن فکرا یا مردمای شهری استفاده بکنن. باید ما کار روشنگری کنیم. و دومی که باید وحدت و همبستگی را نه تنها میان زنان بلکه میان تمام اقشار اقوام افغانستان باید ترویج کنیم. برادرای ما که در داخل افغانستان هستن، اینا باید در هر تظاهرات، در هر دادخواهی های زنانه باید متحدانه در کنار زنان قرار بگیرن. اینا همه یک جا مبارزه بکنن تا صدایشان بلند بلندتر شوه، تا ما بتونیم این صداها را انعکاس بدیم و صداهای از اینا را ما به گوش جهانیان برسانیم که جهانیان همانطور که کشور ما را به این حالت رساندن، حالا دوباره رای نجاتشان باید بسنجن، نظام را که خودشان به نام جمهوریت نامنهاد ایجاد کرده بودن تشکیل ندن، بلکه از نخبگان و فرهیختگان و اکادمیکی و سیاسیون افغانستان استفاده بکنن برای رای حل بحران افغانستان و افغانستان وضعیت نجات بدن. بله خانم ولی، در مورد گذشته تان یک مقدار بگوین. نام خدا فصیح صحبت میکنین. نادیره جان، ما 14 هست از وقتی که ما دست چپ راست شناختیم که در افغانستان جنگ است. تا به حال ما بیشتر در دوره دموکرات ها بودیم و در اون دوره چند روز پیشتر در برنامه صلح پاریس اشتراک کرده بودیم. بله. و در اونجا یکی سوال های همدهی از اونا بودن که در کنفرانس سوال کردن که شما چیگونه مقایسه می کنین 4 دوره نظام را که در جنگ ها حاکمیت داشتن در افغانستان، کدامشان بهتر بودن؟ خب به حساب از این که بهتر بودن یا بهتر نبودن در این قسمت ما عرف نداریم. در تمام نظام ها جنگ بوده، کشتار بوده، اشتباهات بوده، جنایات بوده. از دوره بعد از سقوط دوره داوود خان که انقلاب هم آمد، همه چیز بوده. اما من حیث یک ژورنالیست آزاد باید هم حقایق هم بگویم. من تجربه خوب را که دارم در دوره دموکرات ها دارم، درست است که یک دوره همین هم دوره سیاه بگیم، ولی در دوره ببرک کارمل، در این دوره که من خودم نوجوان بودم، در این دوره من می دیدم که چور نبود، چپاول نبود، زنان بسیار در پایه های بلند از وزارت ما میشناسیم. هنایتای را تبصاد یار یک بانوی مفتخر بود در جنبش زنان افغانستان از بالا تا پایان، و همچنان اینا بلدنگ ها ندارن و میلازه هم که تعداد بیشتر از اینا در کشورهای خارجی هستن، فوق العاده فقیر هستن، اما قلبشان بر وطن میتپه. هم ما نظام های دیگر در افغانستان دیدیم، با وجود که اونا هم بعضی مسائل مثبت داشتن، ولی منفیشان از قبیل چور و چپاول و شما امروز میبینین اکثریت کسایی که در اون وقت بودن در دبی، در امریکا، در بسیار کشورهای دیگه اینا بلدنگ ها دارن، زندگی های بسیار پرزرق و بخت دارن که کلش از خون ملت هست. هیچ کدامشان امیل از هم پاسخگو نیستن. من تا حال هیچ یک از اونمو کسایی که در دوره جمهوریت به خصوص کار میکردن ندیدیم که یک کانتینر مواد غذایی بر مردم افغانستان که امو کسایی که آمیانشان بودن، اما کسایی که انتخابشان کرده که امروز مردم افغانستان با فقر و تنگدستی روبرو هستن روان کنن و یک اعلان تیر کنن که 2 کانتینر مواد غذایی بر مردم میاید. متاسفانه دوره هایی که ما شاهد هستیم، چور چپاول بخصوص در دوره دکتر اشرف غنی که و در 20 سال اخیر که میلیون ها دلار در داخل افغانستان با
کمک های جامعه جهانی آمد و کل هزی غرق شد و گم شد. ما میتونستیم با اونمو کمک های جامعه جهانی که فرصت های مناسب مردم افغانستان، فرصت های مناسب دولت مردان هست دست دادن و ما میتونستیم در اونمو وقت افغانستان هم آباد کنیم، هم از جنگ نجات بدیم، هم صلح و ثبات در افغانستان تامین کنیم و هم امروز افغانستان گل و گلزار و به این حالت نمیرسید. بیاین خیر باشد، تاریشه در آب است، امید ثمره از شما، هدف نیک دارین و یک نیت صاف دارین. پیام دیگه تان اگه برای طالبا داشته باشین، آقای شاهین خبرنگار بی بی سی مصاحبه کرد، گفت اولادای شما مکتب میره؟ گفت بله مکتب میره، با ایجاب میره. او گفت نه، سوال ما ای است که مکتب میره، ایجابش بماند. اولادای خودشان به بهترین مکاتب کشورهای عربی میرن و حتی به کشورهای دیگه مثلا درس میخوانن به سطح دکترا و ماستری، اما امروز دروازهای مکتب برای زنها و دخترای افغانستان بسته کردن. خیلی درد آور است خانم ولی. اولادای طالبا همه تحصیل کرده هستند، چرا مکاتب دانشگاه را برای زنان افغانستان میبندن؟ ببینین طبیعی است که همین قسمه که گفتم، هر کسی که در سیاست بود و در این دوره های مختلف، خودشان چیزی را که بر خود میپسندن بر مردم نمیپسندن، در حال که اینا وعده کردن که ما به منافع مردم دفاع میکنیم، در کنار مردم میستیم. ولی حالا یک سوال کلان هست که اولادای خودشان درس میخونه و دیگرها را چرا اجازه نمیدن؟ من فکر میکنم که اینا منتظر یا هدایت میگیرن از پاکستان، که پاکستان در گذشته هم و در آینده هم آل هم یکی از مشکلات افغانستان بوده و هیچگاهی نگذاشته که افغانستان دور از جنگ باشه. همیشه دامن بیتفاقی، دامن جنگ در داخل افغانستان گسترده تر ساختن. اینا زمان که دستور میگیرن از پاکستان، طبیعی است که با وجود که اولادای خودشان در پاکستان، اسلام آباد، کجا و کجا درس میخونن، طبیعی است که اینا نمیتونن در مقابل از اونا نیبگوین. حالا اینا تربیه کردن، تجهیز کردن، کمک کردن، اینا زیر ایسان از اونا بار است و اینکه نمیتونن چرا جواب بگوین در کنار مردم قرار بگیرن، من فکر میکنم شاید یکی از علتش باشه. و مسئله دیگر قابل یادآوری میدونم، تعداد از جوانای طالب گفته میشه که روشن فکر هستن، حتی در تقابل هم قرار میگیرن بعضن، که شما شاهد هستین که یکی از اون طالبا یک بار مکتب خود تا باز کرد بر چند روز که بالاتر از سنف ششم بود، ولی از طرف رهبری عاجل و پس بسته شد. اکثریت طالبا شهری نیستن، اینا بیشتر در کوها و جایا زندگی کردن. بنابراین من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که روستایا میگه باید مکتب باز نشه، اونمو خشونت که در سنت افغانستان عجینه است، در فرهنگ افغانستان عجینه است، امور تطبیق میکنن و شاید هم دیگرش یک تقابل هم وجود داره و دیگر نمیتونن که در کنار مردم قرار بگیرن، که اینا در مشاوره بسیار قوی نیاز دارن، که این مشاورین باید از افغانستان انتخاب کنن، چرا مشاورین خارجی هم نتایج خوب نداد. همین مشاورینی که در خارج کشور کلشان سیاسیون هستن، تمام روز در تلویزیون ها صحبت میکنن، بسیار مسائل عالی را مطرح میکنن و از اینا استفاده میکنن. در غیر از او جنگ افغانستان ادامه پیدا میکنه. شما میبینید که هر روزه در این گوشه و در اون گوشه افغانستان جنگ است، که هنوز اینا نتونستن مشروعیت ملی بگیرن، مشروعیت از اینا را مورد سوال قرار میده، نه تنها در داخل افغانستان اینا مشروعیت ملی مردمی نگرفتن. خانم ولی، آلینا گفتن که تا هم رسانی مکاتب ابتدایی و ثانوی و لیسه و دانشگاه بسته باشد، منطقه شما چی میگه که هم رسانی تا چه زمانی باشه و باز اینا از کی هدایت میگیرن که باز کنن؟ آیا اعتماد کنیم به این اعلامیشون؟ طالبان متهم هستن و نه تنها بین مردم افغانستان، بلکه در سطح جهان متهم هستن که اینا پاسخ روشن ندارن و به دروغگویی متاسفانه که متهم هستن. یک مسئله را قابل یادآوری میدانم، زنان را زمانی که دستشان از کار گرفتن، خانه نشین کردن، گفتن تا از تا امر ثانی. مکاتب دخترانه را بسته کردن تا امر ثانی. دانشگاه را بسته کردن امر ثانی. دست مردم از کار گرفتن تا امر ثانی. بانه هایی هست، ترفند هایی هست که گام به گام زنای افغانستان از جامعه هست کردن و میکنن هزیبه باد و بیشتر هم استوار به مو ایدئولوژی خودشان است که خودشان تعریف از اسلام دارن و یا تعریف که بر خودشان تعیین کردن به اساس از مو پیش میرن، در حال که اسلام شما میبینین که از گهواره تا گور باید بیاموزیم. فرار از افغانستان هر روز افزود میشه، بیکاری و فقر و بیچارگی تا فروش اطفالشان، تا فروش اعضای بدنشان روز بر روز
بیشتر میشه و متاسفانه چنین برنامه های فقر و بیچارگی و بیکاری و تمام مصیبت که در داخل افغانستان است، زنان که نیم پیکر جامعه را تشکیل میدن امی قشر معلوم متقبل میشن. با کرات مرات حالا به کشورهای دیگه امتیاج امریکا بوده، جیره خورشان بوده، اما 50% به نفع مملکت خودم کار کردن. یعنی اون میفهمیدن که از مملکتشان منفعت میگیره امریکا، اما یک اندازه خود ما غفلت کردیم که به نفع خود استفاده نکردیم. برای جو بایدن امیدفعه آخر گفت که شما ملت نشدین، بین خود سر قومیت جنگ کردین و جنگ افغانستان هم بر ما طولانی ترین جنگ عنوان شد، خیلی پیسه مصرف شد، نفر ما رفت. دیگه وا نمیگن که ما لیتیم گرفتیم و ما سنگای مدنی را گرفتیم و چی گرفتن چی نگرفتن. یک مقدار اینا هم بجا نیستن. چرا میال میبینین ما بسیار متفرق مردم هستیم، یکی علیه دیگه هستیم، تخریب میکنیم. در بین تاجیکای ما گروپ های هستن شعاب میکنن و یک رقم قومیت در افغانستان در او وقت موج گرفت، در وقت آقای کرزی هم، در وقت آقای غنی هم. حال را خود چی میکنین از اینا دیگه چی گله؟ سیر حرف مهم ارزنده را اشاره کردین. بله، ما بیشتر یک گفتمان سیاسی داشتیم در می برنامه ما. ما نباید منتظر دیگران باشیم که ما را اینا آباد بسازن، اما ما چشم پوشی نکنیم که میلیون ها دلار در داخل افغانستان آمد. من بیشتر هم اشاره کردم جمهوریت نامنهاده که در رأسش دکتر اشرف غنی بود که با فرارشان میبینیم که خلای قدرت ایجاد شد و طالبا بریکی قدرت تکیه زدن. اینا چور کردن، چپاول کردن پروژه‌ای که در داخل افغانستان آمد. اونو بیاد فرصت بسیار مناسب بود که باید از اون پروژه ها نه تنها رئیس جمهور و کابینش باید بر بازسازی افغانستان از استفاده میکرد، بلکه مردم افغانستان هم در کنار امی پروژه هایی که واقعا بازسازی میشد قرار میگرفتن، نه اینکه اینا چور چپاول کردن. اون وقت ما فرصت بسیار کلان داشتیم، آزادی بیان بود، امریکا در داخل افغانستان با 42 کشور جهان بود، جمهوریت اگر نام نهاد بود یا هر چی بود به نام جمهوریت یک چیز وجود داشت، پارلمان در اونجا بود. اینمی اعتراض و دادخواهی ها و اینمی مسائل همدیگر پذیری و اتحاد و اتفاق اگر در اونجا بیشتر از رویش کار میشد، ما امروز خب به این حال نمیرسیدیم، نتایج خب یک قسم نمیشد. بنابراین در اینجا گفتن همیشه که ما بگوییم که خب خارجی ها ملامت هستن در داخل افغانستان آمدن و ما را چور کردن و چپاول، نخیر. در اینجا ما مردم افغانستان با خود ما از بالا گرفته تا پایین تک تک ما در اینجا ملامت هستیم. سفر آخر آقای کرزی به اروپا و ترکیه و کشورهای عربی را چطور ارزیابی کرده؟ خب سفر از اینا با وجود که آقای کرزی میگن که یک چهره مردمی است، ولی من فکر میکنم که بیشتر اونا چهره طالبانی هستند و به حمایت طالب از گذشته های بیشتر بود. من فکر میکنم شاید به لابی طالبان آمده باشند به خارج کشور که حکومت سرپرست طالبان به رسمیت شناخته شوند. با وجود که اینجا انتظار کلام داشتم که تعداد بیشتر اونا رو ببینه، ولی بیشترین سیاسیون حضور نداشتند، بسیار سرصدا در رسانه ها به وجود آمد. ولی اگر ما بدانیم که باز هم آقای کرزی و همچون چیره ها که اینا یک بار امتحان خودم دادن، آزمودن خطاست، ولی ما از ناتوانی و نیازی که داریم فعلا به یک سال، اگر بدانیم که اینا واقعا مثبت می اندیشند در مورد افغانستان، امی چتر که ایجاد شده مدافعان منافع ملی پس زیر از امی چتر باید کلگی یک جای شود و در اینجا باید کنشگری شود که امریکا اونمو موراهایی را که تربیه کرده روی از اونمو باز هم تاکید میکنن، باز هم میخواید از اون موراها استفاده کنن و در داخل افغانستان که منافعش بیشتر در اونجا باشن. آقای کرزی که اگر آمده اینجا صحبت کرده برای حمایت مردم افغانستان، ای کاش آقای کرزی سالهای دراز را در داخل افغانستان بود نمیماند که کشور به این حالت میرفت. با وقتی که باز هم تاکید میکنم سرم جمله اخیرم، تا وقتی که ما همه یک جای نشیم، تا وقتی که زیر یک چتر جمع نشیم تمام اقوام و اقشار بومی افغانستان، هم از تاجک، پشتون، هزاره، ازبک، الهنود و دیگر ملیت هایی که هست، هیچ وقت ما نمیتونیم در افغانستان صلح و ثبات تامین کنیم، هیچ وقت افغانستان شکوفا نمیشم، هیچ وقت ما مشت نمیشیم به دهن دشمنان افغانستان. وعده تو همبستگی زامن پیروزی و موفقیت ماست. دوم پیامم برای
خواهران و بانوانی که در داخل افغانستان هستند و امروز دانشگاه ها در ایشان بسته، ما در حمایتشان قرار داریم تا حدود توان کار که از دست ما بیاید دریغ نمی کنیم و آرزو داریم که روز افغانستان دامن سیاهی که انبار شده جمع شود و هموطنان ما در صلح و ثبات و آرامش زندگی کنند. یک دنیا تشکر خانم زرغونه ولی. ابعاد دیگه زندگی شخصی و هنری و فرهنگی شما را در برنامه های آینده یک به یک با دوستا شریک می سازیم. واقعا ما افتخار می کنیم که افغانستان چنین زنهایی داره، ولی که امروز زن نقشش بسیار ضعیف شده. واقعا قابل تاسف است. می بالیم به شما یک عالم تشکر سپاس و تا دیدار بعد که سره بود هنری تان، نویسندگی تان و شاعری تان بحث خود داشتیم و هر کتاب تان به تفصیل با معرفی خاط گرفتیم، چون در هر مقطع زمانی معلوم میشه که تمام خاطرات و چشم دیدا و فعالیتایتان و جبر سیای تاریخ شما در کتاب به اصطلاح درشته تحریر آوردین که خود یک تاریخ زنده است و شما قابل قدر هستین. مجددا از توضیحات شما بسیار تشکر، موفق باشین. سپاسگزار هستم این رقاب را که به ما دادین در مقابل ملتم، فقط من رسالت خود انجام دادین. بازم سپاسگزار هستم از برنامه شما. بار از روزهای کار مبارزه، از روزهای بسیار دشوار جنگی که روزانه صدها راکت در داخل افغانستان می آمد و شما مایک در دستتان در جاده ها می رفتین و مصاحبه می کنین. شما یک بانوی بسیار پرافتخار هستین و مثل شما ده ها بانوهای دیگه که در خارج کشور در داخل افغانستان هستند. بانوان افغانستان به استعداد نیستند. بانوان افغانستان را طالبا کور خواندند. ما اونا بفهمند که ما بسیار توانا هستیم، مثل شما واره امروز رسانه‌ای هایی داریم که گردانندگان داریم و ژورنالیستان داریم که حتی در زیر قصر سفید اینا مصاحبه میکنند و صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان میرسانند. افتخار ما هستیم نظیره جان. یک عالم تشکر، وقت خوش، تا دفعه بعد. ممنون شما. ممنون.